از کربلا باید بگی، از قصه دل دادگی، احساس یعنی عاشقی، اخلاص یعنی سادگی. از کودکی سینه زدم تو تکیه های شهرمون، از بچگی بار اومدم تو روزه های خونگی، اشکی بده گریه کنم، گریه زلالم میکنه، من خستم از نفس خودم ای اسوه آزادگی، من طالب وصل تو هم، یادم بده راهی بشم، یادم بده افتادگی، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. بنده سید علی اعتصامی هستم، از تهران مشرف شدم، یکی از انشاءالله اگه خدا قبول بکنه یکی از خدمتگزاران و محبین سالار شهیدان، اون آقایی که الگوی جاودانه اسلام ناب و مجاهدت و فداکاری در راه دین است. او که فرمود اگر دین جد من به جز به کشتنم نمیشود به پا، اون که فرمود ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، ای شمشیرها، نیزه ها، تیرها، مرا دریابید. یعنی آمدم که امر به معروف کنم، نهی از منکر کنم، آمدم که سیرت جدم رسول خدا و پدرم علی مرتضی را زنده کنم، و این مسیر روشن را برای ما به ارمغان گذاشته که امروز انشاءالله ملت ها اقتدا کنند به این بزرگوار و در مقابل کفر و شرک جهانی بایستند، زیر بار ستم نرند. و الحمدلله ملت ها دارند با هجوم به این مکان مقدس الهام میگیرند از این آقا، معجزاتش هم میبینند، کرامتاش هم میبینند، شفا پیدا میکنند، قوی میشند، توی این مسیر کم نیارند. خود من خیلی چیزها هم شنیدم، هم خود شخص من با اینکه یکی از پاهم اصلا کار نمیکنه، ولی هر چقدر میام توی صحن و سرا روپا هستم، خودم تعجب میکنم چطور پای من که هیچ چی دیگه ازش نمونده، فقط استخوان مونده، سر حالم. برادرام همینطور میان میرن و الحمدلله ملت ها به همین عشق به این آقا جان تازه گرفتن و سلول تنانشون در حرکت آمده، خدا رو شکر. خود اینایی که ارتباط دارن، یعنی سخنرانند، مداحند، اینایی که خدمتگزار زبانی و قدمی این آقا هستن، این بزرگوار هستن، چه از ایشون، چون اینا ما ادعامونه که اینا وصلن به خدا، اینا حجت خدایان، اینا کرامت و معجزه از خدا میگیرن، هر کاری بخوان اراده کنند میتونن. همینطوری که روز عاشورا این آقا خیلی کارها میتونست انجام بده، ولی قرار بود قضیه طبیعی بره پیش بره. و خیلی از دوستانمون، خیلی از کسانی که همین همکارهای خودم که ولا گاهی هم مدعی میکنند یا ذکر آقا رو میگن، بوده که مشکل حنجره پیدا کردن، با یه نیت خوب، با یک عرض ادب و ارادت، با یک ذکری از آقا راحت شدن، شفا پیدا کردن. بله، خودی از دوستانمون، چه ایشون چه امام رضا که اون
فرزندش هست تو کشور ما هست، خیلی ها را همین که یه نگاه کرده بهشون شفای دل و جان بهشون داده. این روحیه قوی که ملت دارن از همین آقا الهام میگیرن، یعنی همش کاراشون معجزه. میخوام دونه دونه بگم، تو تاریخ خیلی زیاد است، تو خود اقوام ما از نزدیکانمون هم هست. دوستی داشتیم که اونم باز از مدعاها بود، از خواننده ها بودشون. یه مرتبه اتفاقی برای گلوش افتاد، بهش گفتن دیگه حق نداری بخونی، دیگه حق نداری که صداتو بلند کنی، شعار بدی. و این گفت من نمیتونم، تا این ائمه رو دارم نمیتونم بدون ذکر اینا اصلا زنده باشم، اصلا من این هنجر میخوام برای همین کار. با یه خودش میگو با یک نیتی که کردم برای امام رضای شهرمون که از نواده های این بزرگواره، و همین که اراده کردم گفتم یا امام رضا من میخوام بخونم بدون خوندم برای شما، اصلا هنجره نمیخوام. میگه شب که خوابیدم، روزی که فردا صبح که ایستادم پاشدم برای نماز و خوشو بشه به خانوادم، دم نه از خبری تو این هنجره از قبل نیست. فکر کردم که مثلا اشتباه شده یا احساسم اینه، رفتم دکتر معاینم کرد، گفت نه مشکلی نداری. با کی حرف زدی؟ کدوم دکتر رفت؟ گفتم نه دکتر واقعی ما رفتم، ائمه اطهار فرزند این. و خیلی از این نمونه هایی که از صورت هم مدعا تعریف میکنند و هم ما هم شنیده ایم. ایشون میگم که فرمود که من اومدم برای امر نهی از منکر، نیومدم ظالمانه، ستمکارانه، تجاوزگرانه، اومدم که امر نهی از منکر کنم و اسیر رو به صورت جدی. ما هم باید از ایشون این الهام بگیریم که وقتی تین سحن و سرا، اونم اول محرم آخرای ماه ذی‌الحجه، خودمون رو آماده بکنیم. گفتم این سل جسم و جانمون رو اون که ایشون میخواد، جوری که وحشت نداشته باشیم، ترس نداشته از دشمن، مردانه بکوشیم، پاک و پاکیزه عبادت کنیم، خوب بشناسیم مکتبمون رو و معرفت جذب کنیم، بصیرت جذب کنیم. هر محرم و هر عاشورایی که میاد یه قدم جلوتر، دو روز اون مثل هم نباشه، تقویت جسم و جان داشته باشیم برای سال آینده، بیشتر راه این عزیز و دیگر شهدا و امامزادگان رو انشاءالله طی بکنیم و تو این دین و مکتب انشاءالله فعال باشیم و در جا نزنیم. انشاءالله مادرش حضرت زهرا هم همین دنیا کمکمون کنه، هم در آخرت شفیعه ما باشه مادر زهرا، و روز قیامت هممون نجات پیدا کنیم به وسیله این آقا و مادرش حضرت زهرا و جدش رسول خدا. خیلی متشکرم. به هر حال امروز هم توفیق خدایی بود که با شما را ملاقات کردم. گفتم یه بار دیگه وظایفمون رو مرور کردیم که نسبت به این آقا و ائمه اطهار وظیفه داریم که انشاءالله راهشون رو طی بکنیم، هم با اخلاق و رفتار و کردار، هم با فعالیت و مجاهدت و زیر بار ظلم و ستم نرفتن. انشاءالله که همه در این راه موفق و معید باشین و نهضت اسلام را ادامه بدیم تا ظهور حضرت مهدی، حضرت صاحب ازان فرزندش.